رئیس دانشگاه بودن چیزی نبود که آقای دکتر مریکی رو با اون معرفی کرد، به خصوص هنگام خاک سپاریش. دکتر مریکی شیراهنکوه ما بود. دکتر مریکی یک عمر برای آزادی جنگید، یک عمر در مقابل استبداد ایستاد و نفسی نیاسود. دکتر ملکی، زندگی دکتر ملکی سراسر مقاومت و مبارزه بود. دکتر ملکی برای نگه داشتن القابی چون اولین رئیس دانشگاه کوچکترین تلاشی نکرد، اما برای مبارزه برای احقاق حقوق ملت لحظه ای درنگ نکرد. دکتر ملکی برای من نه اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب، که اولین مبارز علیه استبداد بعد از انقلاب است. دکتر ملکی را با این القاب صدا نکنید، راضی نیست. دکتر ملکی یک عمر در میان مردم زیست و در میان مردم مرد. ببینید کیا بالا سرش دارن گریه میکنن: مادر مصطفی کریم بگی، مادر سعید زینالی، همسر امیر انتظام، دلدادگان به آزادی، رنج کشیدگان راه عدالت. ما مدیون دکتر ملکی هستیم، نه به عنوان دانشجویان او در دانشگاه تهران، به عنوان آزادی خواهان، به عنوان عدالت پروران در سرزمین پاک و سربلند ایران. درود بر دکتر ملکی، درود بر تمام آزادی خواهان که در مقابل استبداد، در ستیز با استبداد، برای آزادی هر آنچه که داشتن دادن، زندگی هاشون، بچه هاشون، شهرتشون، مقامشون، هر آنچه که در توانشون بود دادن. درود بر دکتر ملکی، آزادی خواه ایران زمین. درود.